منم خدا سلام و وقتتون بخیر. با برنامه گزارشات این هفته هم از ونکوور خوش آمدید. امیدوارستم در هر کجای دنیا که هستین دارای عافیت کامل باشید. هموطنهای عزیز ما که در داخل افغانستان هم هستن براتون آرزوی صحت و سلامتی میکنم و امیدوار هستم که از هر بلا و مصیبت در امان باشن، که متاسفانه ما همین لحظه هم در کابل فایرهای هوایی جریان داره که دلیل دقیقاً چی هست و هنوز معلوم نیست، ولی امیدوار هستم که همه هم و تمامی ما خوب باشم. قرار که گزارشات را که ما داشتیم مرمی و بعض ساختمان ها و خانه های بعض از هموطن های ما هم اصابت کرده که خوشبختانه تا هنوز به کسی آسیب نرسیده، ولی امیدوار هستیم که حداقل اینا دیگه به فکر جان و مردم حالا که ادای حکومت و امنیت و اینا میکنن، پس به فکر جان و مردم و زندگی مردم هم باشن و آسیب نرسانن و هیچ یک از هموطنهای ما. برنامه امروز آغاز میکنیم در رابطه با وضعیت زنان، آینده زنان، گذشته زنان در طول این 20 سالی که دستاوردها و کارها و فعالیت‌هایی را که زنان داشتن و امروز ما میبینیم که همه با باد فنا به نحو رفته، هرچند که ظاهرا اینا بعض حرفایی میگن، ولی به هر حال در این مورد صحبت میکنیم و همچنان در مورد موج مهاجرت ها و کشورهای اروپایی. و مهمان برنامه هم از خانم سحر صامت، خبرنگار مقیم کشور سوئد. سحر جون خودت خوش آمدید میکنم به برنامه. سلام به شما و همکارانتان و به بینندگان عزیز که همین لحظه ما را تماشا و تماشای ما نشستن. فرصت میخواییم تا از طریق تریبون شما پیام تسلیت و همدردی خودم را به هموطنانم در افغانستان برسانم، چه عزیزانی که جانهای عزیزای خود از دست دادن و چه بیجا شدگان. واقعا به شما متاسف هستم که همچین روزای سخت و سیاه و تار را دارن تجربه میکنن. در خدمت شما و همکارانتان هستم. بهشتا جان، بسیار ممنون. سحر جان، ما میخواییم برنامه را از اینجا آغاز بکنیم. تصویر و یا امو برداشت خودت داشتی از در کل تصویر و یا تصویر از دیروز زنان افغان و از امروزشان در طول این دو هفته یا سه هفته چه هست؟ چگونه میبینی؟ اگر به طور خلاصه بیان بکنی. تشکر از سوالتان. زنان افغان بیش از 4 دهه است که دارن در جنگ بسر میبرن و چی خودشان قربانی میشن، چی فرزندانشان و شوهرانشان قربانی میشن. پس یک قشر بسیار آسیب پذیر هستن در جامعه افغانستان و آسیب های خیلی زیادی دیدن از طرف احزابی که در افغانستان بر سر قدرت جنگیدن. تجربه های خیلی تلخ را دارن، مهاجرت ها را چشیدن، در زیر زمینی ها زندگی کردن، با بی غذایی ها و تاریکی ها بسر بردن. اولادشان مریض شد، در دستشان مرد، در دستشان مریض ماند، امکانات پزشکی و خدمات پزشکی نداشتند. سر به صحراها زدن، به دشت ها زدن، شهر به شهر مهاجر شدن در افغانستان، کشور به کشور مهاجر شدن. از ایران و پاکستان و هندوستان بگیریم که کشورهای همسایه ما هستن، تا سراسر جهان ما متاسفانه امروز مهاجر داریم. اما با اندکترین نوری که از آزادی به ایشان رسید، زنان افغان در طول 20 سال واقعا تلاش کردند، در تمام عرصه ها عرض اندام کردن، خود را توانایی های خود را نشان دادن. 20 سال فرصت زیاد نیست بهشتا جان، وای که شما در یک جامعه کاملا سنتی زن ستیز باشی، در جامعه باشی که اندکترین آزادی ها تابو باشه براتان، اما شما بخواین تلاش کنین طبق امو به اصطلاح خواست خانوادیتان، شما بخواین یعنی عمل نکنین، این خودش بزرگترین چالش است که زنها در افغانستان تجربه کردن. شما ببینین ما در 20 سال زن هنرمند داشتیم، زن ورزشکار داشتیم، زن سیاستمدار داشتیم، تاجر داشتیم، از تمام اقشار زنان
زنان خبرنگار داشتیم و چقدر قشر آسیب پذیر بودن زنان خبرنگار در افغانستان. ما عزیزان ما را متاسفانه از دست دادیم در راه رسالتی که داشتن، در راهی که خواستن صدای زنان مظلوم را بلند کنن و اتفاقها و جنایتهایی که برشون در افغانستان رخ میده و تجربه میکنن. زنان واقعا نشان دادن، زنان افغان که از کمترین امکانات تانستن با وجود ای که ناامنی بود در این 20 سال 21 سال شما ببینین از ولایات و شهرهای دوردست تا خود کابل که مرکز بود و ادعا میشد که نیروهای امنیتی هستند، نیروهای ناتو هستند، آمریکایی ها هستند. شما خودتان به عنوان یک خبرنگار بارها پوشش دادین انتحارها و انفجارها را، نه مکتب از دست از اینا روز خوش داشت، نه شفاخانه، نه زایشگاه، نه پیر نه جوان، هیچ کس از دست اینا آرامش نداشت. و اما زنها باز هم کوتاه نیامدن. ما اگر بخوایم یک نگاه کنیم به گذشته، به همین چند وقت پیش دختران ورزشکار ما از مناطق بسیار محروم مانند جاغوری مثل غزنی اینا بایسکل رانی کردن تا کابل با وجود ای که امنیتشان به صورت تامین شده نبود، دختران ما دست به کارهایی زدن که واقعا خیلی زمان می برد که بخواین یعنی او کار انجام بدن. او در تمام این کارها در یک فرصت بسیار کوتاه، در یک زمان بسیار کوتاه انجام دادن. اما متاسفانه در طول این 2 هفته تمام دستاوردهای 20 سال ما، چی از لحاظ دستاوردهای مدنی ما، اقتصادی ما، فرهنگی ما، بازسازی هایی که زنها برش کوشش کردن، زنها در صفوف معلمین ایستادن تا نسل جوان را بتانن آموزش بدن، بهشان علم، بهشان علم را، تربیت را، تعلیم را آموزش بدن. اما متاسفانه در طول این 2 هفته تمام زحمات خصوصا زنانی که در افغانستان بودن و ماهایی که کوشش کردیم و نحو در خارج از کشور پوشش بدیم اتفاقهایی که بر آنها رخ داده و با تمام او زجرها و مظلومیتهایی که کشیدن، متاسفانه همه چیز بر باد رفت. و امروزه روز اگر ما به شبکات اجتماعی بخوایم مراجعه کنیم، میبینیم که حتی این گروه خونخوار، گروه طالبان که واقعا دستشان آلوده هست از سال 96 که اگر ما حساب کنیم 96 تا به امروز که فایل‌های هوایی میشه، قسمی که شما گفتین ما نمیدانیم که آیا کس در این فایل‌ها آسیب دیده یا ندیده، در طول زمان 24 ساعت دیگه شاید معلوم شود که آیا کسی آسیب دیده یا ندیده. اینا بدترین فجایع را کردن و امروز زنان را علیه زنان استفاده میکنن، راه به مایه‌هایی که اینا راه انداختن توسط زنان، توسط زنان چادر پوش که اونا یک گروه شدن و استاده شدن، تریبون ها را در دست گرفتن و ادعا میکنن که بسیار راضی هستن از اینکه طالبان آمده و یک حکومت اسلامی را در این کشور برپا کرده. متاسفانه ما به قهقرا رفتیم، ما به یک نقطه صفر دوباره رسیدیم، دوباره به همون قسمتی که ما شروع کرده بودیم به همونجا متاسفانه ختم شد. جهان، نیروهای ناتو، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، همه و همه مردم افغانستان را متاسفانه امروز تنها گذاشتن و ما دوباره ضرب صفر شدیم. بله متاسفانه چون این مشکلات پیش اومد، تفاوت را در بیان و در گفتار در عمل طالبان چگونه میبینی؟ از یک سو میگم که زنان حق کار را دارن در هر بخشی که قبلا فعالیت داشتن، بعد از این هم میتونن فعالیت بکنن، ولی از طرف دیگه هم ما شاهد از این بودیم که زنان وقت خواستن در نهادهای مختلف برن به سر کارشون، مانع شدن، اینا مانع کارشون و مانع ورودشون به دفاتر کاریشون شدن و حتی محدودیت ها در بخش از کارها و یا وظایف هم اینا وضع کردن که در چه بخش زنان میتونن کار بکنن، در چه بخش زنان نمیتونن، در این دفتر میتونن کار بکنن، در این دفتر نمیتونن. و مسئله ای که پوست های بلند دولتی، مسئله بسیار کلان دگی که اینا گفتن پوست های بلند دولتی زنان بعد از این نمیتونن کار بکنن. بهشتا جان، طالب، خط و مشی طالب، مرام طالب همون چیز بود که 20 سال پیش هست. فقط طالب در این مدت زمان تانست بره خود از لحاظ تکنیکی و از لحاظ
تکنولوژی یکم آپدیت کنه و بتونه یک زبان را که زبان انگلیسی هست، نه البته همشان، یک تعدادشان به این آپشن خودشان اضافه کنن. طالب همو طالب است. در حال حاضر دارن بسیار به صورت نرم و ملایم پیش میرن تا که از طرف جامعه جهانی مورد انتقاد قرار نگیرن، تا بتونن این قدرت را کاملا به دست بگیرن. و هدف اصلیشان این نیست که قدرت را از طرف مردم افغانستان به دست بگیرن، هدف اصلیشان نیست که قدرت جامعه جهانی اینا را بر رسمیت بشناسه، بیرق اینا را بر رسمیت بشناسه و همین صلاحیت را بده که اینا بر مردم افغانستان بخواین حکومت کنن. ما از استادان دانشگاه خانم حمیده اگر اسمش اشتباه نکنم داشتیم که ترور شدن، ما خانم هایی را داشتیم که به گونه های خیلی متفاوت ترور شدن، کشته شدن. خب طالبی که آمد در طول 20 سال حکومت دولت انتقالی و حکومت هایی که مثلا به پایه های با زیربنای دموکراسی آباد شدن آمد، چنین فجایعی را به بار آورد، قطعا در دوره خودش از این که بدتر میتونه با زنان در افغانستان رفتار کنه. طبق کدام قانون زنان میتونن در مشاغلی که بودن، طبق کدام قانون طالبان میتونن دوباره همون مشاغل خود داشته باشن؟ در صورتی که موسیقی حرام است، تجارت برای زن حرام است، علم برای زن حرام است، کار کردن در کنار یک مرد برای زن حرام است، زن باید صدای بوت شنیده نشه، صدای بلند زن در جامعه شنیده نشه، بوی عطر زن وسوسه برانگیز است. طبق کدام قانون اینا میاین همچین حرف را میزنن و طبق کدام قانون ما باید این حرفای از اینا رو بپذیریم و بهشون باور کنیم؟ آها، یقینا. و در مورد مسائل را که خودت اشاره کردی، یک مسئله دیگه هم که بسیار واقعا قابل نگرانی هست، تلاشی های خانه به خانه، هرچند از طرف خودشون مستقیما رد میشه و میگن که چنین اتفاق نفتاده، اما شاهد گزارشات بودیم که به نسبت محرمیت و به نسبت ای که اکثر ای کسان هنوز در داخل افغانستان حضور دارن نمیتونیم اسم منابعی را ما ذکر بکنیم، اما مطمئن هستم که خودت هم آگاهی داری در این مورد به عنوان یک خبرنگار که با همه مردم در ارتباط هستی، که بعضی از خبرنگاران و مخصوصا خبرنگاران زن تلاشی شدند، هم در کابل و هم در ولایت ها، و اتفاقات هم که افتاده که خود خبرنگارا خوشبختانه در خانه هایشون حضور نداشتند، یا که بیرون از افغانستان بودند و یا که در داخل افغانستان در جاهای دیگه حضور داشتند، اما شاهد از این بودیم که اعضای خانواده از اونها یا اسیر گرفته شدند و یا هم از بین برده شدن. در این مورد خود چه نظر داری؟ آزادی بیان و ای که الان رسانه ها کلن در اختیار از اونا و در کنترل از اونا هست؟ دقیقا، در حال حاضر تا جایی که من خبر دارم و ارتباط دارم با رسانه های داخل افغانستان، اکثر زنان از رفتن به تلویزیون ها و رادیو ها خودداری میکنن و همچین جرأت را ندارن. 100% زن از دیدگاه طالب یک وسیله هست، جنس دوم هست، ضعیفه است. پس این غیر، یعنی این معقول است، یک چیز نرمال است که طالب بخواد زن را زیر سوال ببره، زنهایی که گندکاری های 20 و چند ساله اینها را برملا کردن، افشایشان کردن، از آزادی بیان استفاده کردن، گزارش ها تهیه کردن، به الفاظی که دوست داشتن خطابشان کردن، طبق رفتارهای سیاسی و اجتماعی که با مردم داشتن. طبیعتا خب اینا خود را به عنوان مرد جنس اول قوی تر می دارن و یک چیز واضح است که اول به سمت اونا میرن که صدای زنان را خاموش کنن، تا زنان نسلی که در حال رشد هستن یک درس عبرت چه برشان، تا اینا نخواهن همچین کار را بکنن. کم کم افغانستان آل خب به اصطلاح در حال زد و خوردهای هست، نیرویی که در پنشیر به اصطلاح شروع کرده به فعالیت به رهبری پسر آقای احمدشاه مسعود، فعلا درگیری های از او سمت است و از سمت ای که اینا بخواهن مشروعیت ببخشن به حکومت خود، به حکومت را تجلیل کنن. اما ما به مرور شاهد روزهای اسفناکتر خواهیم بود که طالبان میتونن جنایت خیلی بیشتر کنن. همه قسمت که زنها رو در
امی قسمه که زنها را بروی سرک استاد کردن و زایمان زن را بروی سرک اینا به نمایش گذاشتند. امی قسمه که اینا دختران خردسال را بردن به نکاح خود در آوردن و بعد از این سرنوشت او دخترها کاملا نامعلوم معلوم است. ما نمیدانیم که او دخترها آیا هنوز هم در قید طالبان هستند یا به کشورهای دیگه صادر شدن و فروخته شدن. در حال حاضر یک جو در افغانستان ایجاد شده از وضعیت ناامنی که حتی یک سری از مردم اوباش هم میان از این به اصطلاح موقعیت سوء استفاده میکنن، درهای خانه مردم را میزنن، دست به دزدی میزنن، کودک آزاری میکنن، زن و دختر مردم را اذیت میکنن. یعنی فضای خیلی سنگینی هست و حتی آنقدر داستان افغانستان پیچیده هست که آدم از هر طرف که بخواید، از هر زاویه که بخواید افغانستان را بررسی کنی، هزار زاویه دیگه از دستت خطا میخوره، هزار به اصطلاح نقطه دیگه هست که باید بهش اشاره شد و راجبش حرف زده شد. ولی در حال حاضر وضعیت برای زنان واقعا در افغانستان، خصوصا زن فعال، خطرناک است. واقعا وضعیت نابسامان زن. بله، یک قسمی که خودت گفتی این خطر نه تنها از طرف طالبان بلکه از طرف دیگه افراد استفاده جو و اوباش هم متوجه زنان و مخصوصا زنان خبرنگار و فعال وجود داره. بسیار تشکر سرجان. پیش از اینکه به طرف سوال دیگه بریم، ما خبری که امی اکنون به دست ما رسیده ای که نشون میده که اکنون قیام به علیه طالبان در ولایت پروان هم شروع شده که همکار ما نصیر خالد ساعت 2 بعد از ظهر با وقت تورنتو در این مورد در برنامه سخن روز صحبت خواهند کرد و از شما بیننده ها هم تقاضا میکنیم که بیننده این برنامه باشید. و سوال رو دیگه که من میخوایم سهر جون از خودت مطرح بکنم این که چند روز قبل شاهد تظاهرات نسبتا بزرگ در اروپا بودیم و البته قبل از این که طالبان تصرف بکنن کابل را و در افغانستان و هم در کشورهای مختلف تظاهرات برای این گروه راه اندازی شده بود، اما هدف از این تظاهرات که حالا بعد از تصرف افغانستان از سوی طالبان در اروپا برگزار شد و یا راه اندازی شد، هدف از این چی بود؟ خواست مردم، خواست هموطنهای اساس ما که در اروپا هستن دقیقا چی بود؟ هدف کاملا مشخص است بهشت جان. هدف ایست که ما به عنوان افغان، به عنوان مردم افغانستان، ما نمیخواییم که طالب به ما هویت بده و کشور ما را رهبری کنه. ما نمیخواییم طالب را به رسمیت بشناسیم. اما باز هم یک پرانتز باز میکنم و یک کم جای شکایت هم هست که متاسفانه در این تظاهرات هم مردم همصدا نبودند. باز هم درگیری های قومی و زبانی و چند بیرقه بودن ما جنجال ایجاد کرد متاسفانه، و امیدوار هستم که شنوندگان و بینندگان عزیزی که برنامه رو میبینن به این موضوع فکر کنن. ما در حال حاضر باید تمام چند بیرقه بودن ببخشی سهرشون، چند بیرقه بودن هدفت هست چه هست؟ بهشت جان، در عکس هایی که ما میبینیم، در تظاهرات هایی که ما فیلمایش رو میبینیم و در نه در تظاهراتی که خودم اشتراک کرده بودم و گزارش تهیه کردم، بلکه در کشورهای دیگر دیدیم که یک بیرق حال حاضره که ما داریم در افغانستان بر دست مردم بود، یک بیرق از زمانی که مجاهدین روی قدرت بودن و حکومت میکردن او رو بر دست داشتن، و یک بیرق سفید و آبی و زرد به دست داشتن که گویا مردم هزاره ما میخواین او حس جدای طلبی بهشان دست داده و میخواین که او منطقه به اصطلاح جدا شوه و اونا خواهان سیستم فدرالیسم هستند. خود از این یک گسستگی را ایجاد میکنه، یک اختلال را ایجاد میکنه برای تمر. یعنی متاسفانه اگر بخوایم صادقانه بگویم، تمرکز روی محور اصلی گذاشته نمیشه، بلکه پخش و پلا میشه. متاسفانه در بعضی از تظاهرات سر زبان، متاسفانه سر قومیت جنگ های شده، سر ای که انتقاد های از آقای غنی شده، هوادارانش آمدن حمله کردن، جنگ شده، درگیری شده. هواداران آقای عبدالله بودن، هواداران آقای
عطا محمد نور بودند که زمانی که مردم صدا بلند کردند و شکایت کردند از کارکردها و دستاوردهایشان در طول زمامداریشان، درگیری های باز هم شروع شده متاسفانه و این یکم برای برنامه ریزی تظاهرات را کیها در دست داشتند و آیا همچین پراگندگی ها و یا چند دستگی ها برنامه ریزی شده بوده از قبل و یا ای که در جریان تظاهرات اینا بعد مسائل را یاد کردی بعد از آغاز این مسائل درگیری ها صورت میگیره و بیرق ها بلند میشه؟ تظاهرات را اکثرا انجمن ها سازمان ها روی دست می گیرن با اجازه که از طرف پلیس دریافت می کنن که همون سرک در اختیارشان باشه و پلیس اونجا حضور داشته باشه که کدام نزاع و درگیری ایجاد نشه. من فکر نمی کنم که این درگیری ها یعنی پلان خیلی بزرگ باشه و بگویم که از طرف سازمان های خیلی مهمی این مسئله برنامه ریزی میشه، چون ما سالهای سال است که مشکل قومی را در افغانستان داریم، مشکل قومیتی را داریم و این خواسته کسانی بوده که میخواستن به نفع خود از افغانستان و مردم افغانستان استفاده کنن. بنابراین این خود مردم هستن، شاید گروپ های بسیار خرد مثلا کسانی که وابستگی های سیاسی دارن و کدام جنبش خاص در بین مردم خود ما، اونا میان دست به همچین کارهایی میزنن یا کسانی که علایق میان از علایق و سلایق سیاسی خودشان صحبت میکنن. بهشت جان، من فکر میکنم که موضوع اینچنین باشه. آها، و امیدوار هستیم که مسائل حداقل در بیرون از افغانستان بین افغانها وجود نداشته باشه، که متاسفانه در بعضی کشورهای اروپایی یا آمریکایی ما همیشه شاهد همچین مسائل بودیم که حتی بیرون از افغانستان هم مسائل قومی و زبانی و رژیمی اینا دامن زده میشه. و به عنوان سوال آخر هم میخواییم سحر جان در مورد قوانین مهاجرتی کشور سوئد بپرسم، البته هم قوانینی که قبلا داشت برای افغان ها و هم بعد از به حضور و یا سقوط افغانستان به دست طالبان، آیا تغییرات در قوانین مهاجرتیش و پذیرشش آمده چیز تغییرات یا خیر و موج مهاجرت ها چیگونه بوده در انتقال البته پروازهایی را که یا اما پروسه تحلیل که ایالات متحده در اصلش قرار داشت، آیا با کشور سوئد هم افغانهای آمدن پناهندگی دادن؟ چطور در این مورد سوئد زمانی که متوجه درگیری های شدید در افغانستان شد و زمانی که کابل در خطر بود آمد تصمیم گیری هایی کرد و نخست وزیر سوئد آمد اعلام کرد، آقای استفان لوون گفت که ما نمیخوایم دوباره سال 2015 را تجربه کنیم، چون ما گنجایش از ظرفیتش را نداریم که ما بتانیم به مردم جا بتیم، مسکن بتیم، تأمینشان کنیم و بازار کار هم همچین زمینه را نداره که بخواه برای اونا کار مهیا کنه. پس اونا آمدن اعلام کردن کسانی که در طول این سالها با کشور سوئد به عنوان مترجم کار کردن، به عنوان سرباز کار کردن، اینا میتونن به افغانستان مهاجرت کنن، اما کسانی که از سوئد یک تعداد رفته بودن و در افغانستان بند مانده بودن به عنوان سفر رفته بودن که دیدار داشته باشن با خانواده ها، اونا را هم دولت سوئد پس از فشارهایی که از طرف مردم و سازمان ها بهشان وارد شد تیاره روان کرد و اونا را هم انتقال داد. البته این پروسه یکم طول کشید و جنجال های خودش را داشت، اما سوئد یک الترناتیو دیگه که برای مردم افغانستان داشت این بود که کسانی که اپلای کردن برای کشور امریکا و جانشان در خطر است موقتا برشان ویزه اضطراری داد و برشان اجازه ایره داد که وارد سوئد شوند و اینجا بمانند تا زمانی که کار اینا بخواه به سمت پروسه پرندگیشان در امریکا تکمیل شد و بخواهن به کشور سوم برند. سوئد آمد اعلام کرد که ما فقط به کسانی که اولاد زیر 18 سال در افغانستان دارن میتونیم کمک کنیم،
که یکم زودتری روند پیش بره و بتونن انتقال داشته باشن پیوند خانواده، طبق قانون پیوند خانواده بتونن منتقل کنن عزیزان خودشان را به سویدن، یا کسانی که خبرشان را در افغانستان دارن. در این زمینه از سویدن اعلام همکاری کرد، اما در حال حاضر سویدن به کسانی که قرار بود به افغانستان اخراج شوند و یک تعداد زیادی از خانواده ها خانه های خود را از دست داده بودند، کارت های هویت خود را، کارت های بانکی خود را از دست داده بودند، اعلام کرد، گفت که شما میتونید بیاین دوباره درخواست پناهندگی کنین و شما تا زمانی که وضعیت سیاسی افغانستان معلوم نشه میتونین در سویدن بمانین و به روند درخواست پناهندگی تان ادامه بدین تا اینکه ما ببینیم در آینده چه اتفاقی برای افغانستان میفته. یعنی روند اخراج خود را کلن متوقف نساخته و موقتاً این روند متوقف ساخته. و در مورد برنامه های بشردوستانهشان که اکثر کشورهای اعلام کردن که پناهندگی های به حساب بشردوستانه میتن، در این مورد هم برنامه داشته سویدن میخواید؟ برنامه خاص نداشت. سویدن گفت من نمیخوایم دوباره مرزهای من برای مهاجر باز کنم. حساب و کتاب شده مهاجر را وارد کرد. قسمی که پیشتر براتون گفتم، کسی که با سازمانهای سویدن کار کرده باشه، ما اینجا یک سازمان است به نام ساک بین سویدن افغانستان کمیته نامیده میشه، مخفف از این است. کسانی که در افغانستان با این سازمان کار میکردن حق داشتن که اپلای کنن و بیاین به کشور سویدن. سویدن هم حساب و کتاب شده کار کرد و یکی از دلایلش هم جرم و جنایت است که در سویدن پس از ورود موج مهاجرین در سال 2015 به اوج رسید. متاسفانه سویدن در از لحاظ امنیتی در وضعیت خوبی و سر نمیبره و ما هم در اینجا شاهد تیراندازی ها، شاهد درگیری ها، کشتار ها و جنگ های افغان ها بودن، مهاجرین افغان و یا مهاجرین سایر کشورها، از همه کشورها می باشن. ولی متاسفانه پرونده ای که افغان ها بیشتر برای خودشان رنگین تر کردن، متاسفانه با عرض تاسف، پرونده تجاوز بوده که اکثرا دست به تجاوز زده شده از سوی پسرای افغان به خانم ها و دخترای سویدنی. به می خاطر اینا یکم محتاط تر هستن و نمی خواهند دوباره مثل گذشته بیگدار و آب بزنن و درهای خود را باز کنن به سمت مهاجرین. آها، با کسایی هم که مخصوصا خبرنگارانی که درخواست پناهندگی دادن و سویدن، اونا هم دیگر پس نظر به این درخواست هایشان پذیرفته نخواهد شد. البته کسانی که به عنوان خبرنگار در افغانستان کار کردن و با کشور سویدن هیچ رابطه ای نداشتن. بله، من تا جایی که پیگیری کردم با دوستای خبرنگار ما در افغانستان، تا حال ما نشنیدیم که کسی به سویدن به اصطلاح ما جا به جا شده باشه، در حالی که من به همه گفتم هر زمانی که شما به سویدن آمدین میتونین با ما تماس بگیرین تا ما بتونم در بعضی از قسمت ها کمکتان کنم، اما تا حال کس تماس نگرفته. شاید من حدس میزنم که یک تعداد ویزا گرفته باشن که به سویدن بیاین، ویزه اضطراری، اما وضعیت میدان هوایی کابل آنقدر خطرناک است و آنقدر ناامنی زیاد است و جمعیت آنقدر زیاد است که خود سفارتخانه ها برای مردم ایمیل روان میکنن که به سمت میدان هوایی کابل نرین. من گمان میتم که این موضوع هم باشه، یعنی یک تعداد از خبرنگاران، خصوصا خبرنگاران برجسته که خود سویدن هم اونا را میشناسه و تحقیق کرده در موردشان، اونا احتمالا ویزا دریافت کرده باشن، ویزه اضطراری، ولی نتونستن از میدان هوایی کابل خارج شوند، چون اساکر سویدن در افغانستان تعدادشان خیلی زیاد نبود و پروازها به سمت سویدن هم خیلی زیاد متاسفانه. بله، بسیار تشکر سهر جان از خودت. اگر حرف دیگه باقی مانده باشه که من نپرسیدم باشم و میخوایی، ما در خدمت. تشکر، زنده باشین. تشکر از شما و همکارانتان. آرزوی من این است که همه ما هم دست شویم و هم صدا شویم. تمام این درگیری هایی که دست های اجنبیان درش بوده، مثل مسائل قومی و مذهبی را کنار بگذاریم. حال وقتش نیست که ما بخوایم به این مسائل فکر کنیم. حال ما باید دست به دست هم بدیم، جامعه جهانی را زیر فشار بگذاریم تا اونا کشورها به طالبان مشروعیت نبخشند. جامعه جهانی را زیر فشار بگذاریم که
دوباره به سمت افغانستان توجه کنن و افغانستان رو از این شرایط بیارن بیرون. من چند وقت پیش با همکارای سویدنی صحبت میکردم و بهشان گفتم تنهایی نیست که ما قربانی داده باشیم، متاسفانه شما هم به قسم به نحو خودتان قربانی دادین. شما از مالیاتتان پس جمع‌آوری شد و به افغانستان ارسال شد برای آبادی افغانستان، برای امنیت افغانستان، برای رشد دختران و زنان افغانستان در جامعه، برای تحصیل. اما متاسفانه دستاوردهای شما هم امروز هیچ شد. به مخاطر مردم اروپا، اگر ما بخوایم به صورت خیلی واضح شفاف ازشان کمک بخوایم، گنگ حرف نزنیم، اونا هم با ما هم نظر و هم صدا هستن. ما میتونیم از مردم اروپا خواهش کنیم که در این زمینه همگام و هم صدا باشن با ما و از دولت ها بخوایم که به دولت طالبان مشروعیت نبخشن. یکی از خواسته های ماست. و دوم، من خواهش ما از مردمی است، خصوصا عزیزانی که ویزه ندارین، عزیزانی که معذرت میخوایم، عزیزانی که ویزا ندارین و واجد شرایط نیستین، لطفا تجمع نکنین در میدان هوایی کابل و جاهای دیگر، چون جان خودتان در خطر است. احتمال انفجار و انتحار خیلی زیاد است. ما دیدیم راکت زدن، تیر زدن، ما در میدان هوایی کشته داریم. ازتون خواهش میکنم، میدانم که شرایط سخت است، اما اجازه بدین لطفا اونایی که واقعا جانشان در خطر است و خطر متوجهشان است، اجازه بدین که اونا بتونن از کشور بیاین بیرون و شما هم طبق روال قانونی سعی کنین بیاین بیرون. یک خبر نشر شده در رسانه های افغانستان بهشتر جان که احتمالا شما هم در جریان هستین و گفته شده که قرار است کسایی که بدون مدرک به آمریکا مهاجرت کردن را دوباره بازگردانند. البته من کوشش میکنم روی این موضوع بیشتر تمرکز کنم و تحقیق کنم و ببینم که داستان از چه قرار است. پس این کار نشان میده که خود ما مردم داریم مانع رشد و مانع زنده ماندن یکی دیگر میشیم. واقعا خبرنگار، فعال جامعه مدنی، سارنوال، کسانی که خطر متوجه شانس، اونا واقعا باید از افغانستان بیاین بیرون. درست است که طالب میگه ما بخشیدیم، اما جالب برای من است که چی را بخشیدن. این مردم افغانستان هستند که اینا باید برن پاهای مردم افغانستان را ببوسن و عذرخواهی کنن، که من فکر نکنم باز هم جرم و جنایتشون قابل بخشش باشه. سالها خون ریختن، مردم را آواره کردن، مهاجر کردن، دار زدن و حال هم میان با ملایمت پیش میرن تا حکومت را به دست بگیرن. و اتفاقی که برای مردم در ایران افتاد پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، اما اتفاق متاسفانه من میترسم در افغانستان رخ نده. فامیلا رو ببرن، اعدامشان کنن زیر آغازش از همین حالا شده، آغازش از همین حالا متاسفانه شده. و امیدوار هستیم که جامعه جهانی حداقل این بار صدای مردم افغانستان را بشنوند. بسیار تشکر سحر جان از اینکه در برنامه حضور پیدا کردی و دعوت ما را پذیرفتی. در برنامه های بعدی هم خود تخال توشتیم و زحمت خود دادیم اتان. از همراهی ممنون. از همراهی شما بیننده‌های عزیز هم سپاسگزار هستیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمتتون قرار میگیریم، خدا نگهدارتون.